اگر آمریکا شروع به ساخت موشک‌های میانبرد کند، روسیه هم همین اقدام را می‌کند. تهدید پوتین در مقابل اولتیماتوم 60 روزه آمریکا پس از اون که کرملین رو متهم به نقض پیمان منع موشک‌های میانبرد کرده. این تصمیم به تازگی گرفته نشده، اما کاملا بی سر و صدا انجام شده. اونا تصور می‌کنن که ما متوجه نمی‌شیم. اول توسعه موشکی رو در بودجه پنتاگون در نظر گرفتن و بعد به طور عمومی اعلام کردن که قصد خروج از پیمان رو دارن. اولتیماتوم 60 روزه واشنگتن به مسکو تنش میان کاخ سفید کرملین رو وارد مرحله تازه‌ای می‌کنه. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا در جریان نشست وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل روسیه رو متهم به نقض پیمان تاریخی منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد کرده، اتهامی که روسیه قویاً تکذیب کرده. برای اینکه موضوع روشن بشه، ما یک معاهده داشتیم که دو طرف داشت. فقط یکی از اونها داره به اون عمل می‌کنه. این توافق نیست. این عین محدودیته و به لحاظ استراتژیک معنی نداره در این موقعیت باقی موند. ما راه خودمون رو می‌گیم. در حالی که واشنگتن دو ماه به مسکو فرصت داده تا به تعهداتش در زمینه پیمان موسوم به INF عمل کنه، ینس استولتنبرگ، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، ضمن تایید نقض پیمان روسها، ضرب الاجل دیگه‌ای به روسها داده. ما از اونا می‌خوایم که کاملا مطابق با معاهده عمل کنن، اما در عین حال برای این واقعیت که ممکنه اونا از این پیمان بیرون برن، خودمون رو آماده می‌کنیم. در صورت به هم خوردن معاهده 30 ساله منع موشک‌های میانبرد که قادر به حمله کلاهک‌های هسته‌ای هستند، خطر توسعه موشک‌هایی که قادر به حمله این دست کلاهک‌ها در مسافت‌های کوتاه و میانبرد هستند، قاره سبز رو تهدید می‌کنه. بر اساس این پیمان موسوم به INF، تولید و استفاده از موشک‌های هسته‌ای با برد 500 تا 5500 کیلومتر ممنوعه. این عهدنامه که بین ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق برای حذف موشک‌های میانبرد و کوتاه‌برد بسته شده، شامل موشک‌های دریایی نمیشه. در بیانیه‌ای که وزیران خارجه ناتو منتشر کردن اومده، روسیه در حال توسعه و آزمایش یک سامانه موشکی به نام 9M729، سلاحی که خطر جدی برای امنیت منطقه یورو آتلانتیک محسوب میشه. سخنگوی وزارت خارجه روسیه پیشتر در واکنش به این اتهامات در بیانیه اعلام کرده مسکو کاملا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد پیروی می‌کنه. طرف آمریکایی از اون آگاهه. بحث نقض پیمان منع کاربرد موشک‌های میانبرد از سوی روس‌ها دو ماه پیش از سوی دونالد ترامپ مطرح شده. رئیس جمهور آمریکا از همون تاریخ خروج آمریکا از این پیمان رو اعلام کرده. خروجی که یکی از دلایل اون دسترسی روسیه به نسل تازه موشک‌های کوتاه‌برد و میانبرد بود که توان حملات هسته‌ای سریع به کشورهای ناتو رو به روسیه میده. بتی یوسفی، اتاق خبر.